فأبال فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة. خدا احترامات فراوان و فضائل نمایانی را برای ماه رمضان قائل شد. فحرم فی ما احل فی غیره اعظاما، برای اینکه عظمت این ماه را برای دیگران ثابت بکنیم، مردم را متوجه کنیم که این ماه چقدر عظمت داره. خیلی چیزایی که در ماه‌های دیگه حلال است در این ماه حرام کرد. شاید اشاره به تمتعات جنسی باشه. و حجر فیه المطاعم والمشارب اکراما، خوردن و آشامیدن رو که در همه سال حلال است، خودش هم فرموده که اینا نعمت هایی است ما به شما دادیم، از اینا استفاده کنید. ولی در این ماه خوردن از این خوردنی ها آشامیدن ها منع کرده. این برای احترام این ماه است. این ماه به قدر محترمی که مردم باید به احترام این ماه دهنشون رو ببندند، از خوردنی ها آشامیدنی ها استفاده نکنند. و جعل له وقتا بینا لا یجیز جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر عنه. باز برای اینکه اهمیت ماه رمضان برای همه مردم روشن باشه، اجازه نداده که وقتش جلو و عقب بشه. یعنی هیچ که حق نداره بگه من یه روز پیش از ماه رمضان روزه میگیرم و یه روز آخرش رو نمیگیرم یا یه روز دیگه شو نمیگیرم. باز این نشانه این است که این ماه چقدر اهمیت داره. ولی خدا اگه میفرمود آقا یکی از 12 ماه رو روزه بگیری، یا میگفت یه ماه میشه جلو انداخت عقب انداخت، باز خود سست میشد اهمیت ماه رمضان. این که یک ماه تمام مسلمان ها در سراسر دنیا مشغول عبادت خدا باشن، توجه به خدا باشن، این یک نورانیتی، یک برکتی برای کل انسان ها، برای کل جامعه میاری که با تفرقه این برکات حاصل نمیشه.